چقدر مرد کشته شد در این جنگا، چقدر در این جنگای نیابت، در این جنگای بی مفهوم چقدر سرها به باد رفت. اما باز از در آخرین تحلیل ایزم سوختی این همه بدبختی، ایزم سوخت از این بدبختی زن و کودک از این سرزمین است. مژگان ساغر شفا از پدری نظامی و مادری که از پیشگامان نهضت آزادی زنان دهه 40 بود در کابل به دنیا آمد. مژگان پیش از آمدن طالبان از لیسه تبارخانه کابل فارغ شده بود و در زمان حاکمیت آنها در مدت 3 سال خانه نشینی عمومی و یادگیری فنون ادبی اشعار کلاسیک پرداخت. او در سال 2000 و در هنگام زمامداری طالبان افغانستان را ترک و بالمان پناهنده شد. سلام. مژگان عزیز، بسیار خوش آمدید. خوش بشین. در شهر ما و مخصوصا در محل کار ما. خیلی حس خوبی داره در فضای مکتب باشی و مکتب ابتدایی. مکتب ابتدایی با پر از سر و صدای بچه ها. مژگان در آلمان بعد از فراگیری زبان در رشته تربیت کودک درس خواند و سال 2010 بدین سو در مکتبی در شهر ولفسبورگ معلم همکار در بخش ادغام است. یگانه چیزی که بسیار مهم از فرهنگ مذرت خواهی و این فرهنگ ما برای اطفال تکرار میکنیم هر روز. میگیم حالا که تو تیله کردی یا تو زدی یا تو را شبسن کردی چی میتونیم بکنیم که کل چیز پس خوب شوه؟ خودش سل میکنه، چشم خدا پایان مندازه، میگه خانم شفا من باید مذرت بخوایم. نخستین مجموعه شعر او در سال 2014 به نام سیب بیرنگ و زبان آلمانی چاپ شد. دو مجموعه دیگر او به نام‌های آفتاب می‌بارد و اقیانوس ناآرام در سال 2020 در هرات چاپ شد. سرودن برای او رهایی از اسارت است. اشعار مژگان طعم و بوی زنانه دارند، سرشار از شور شیدایی زنی که جبر تاریخ مردانه را در هم می‌شکند. پل ارتباطی هستم بین مکتب و خانواده‌های خارجی به اصطلاح. خوشبختانه یک کم زبان روسی میفهمم و در از پارسال که جنگ اوکراین شد ما اطفال اوکراینی زیاد آمد در اینجا و ما بسیار خوشحال هستم که تمام اطفال اوکراینی مرا به عنوان یک امین و یک کسی که فقط ما هستم که مرا میبینن خوش میشن به طرف ما میدون و مشکلاتشان را حل میکنن. متاسفانه زمانی که ما آمده بودیم در آلمان مشکلات زیاد بود برای خارجی ها، اما سیاست های آلمان زمانی که تغییر خورد در برابر مهاجرین معمولا اینا شروع کردن آموزش دادن. یک تعداد از افراد مثل مواره اینا آموزش دادن، ما 3 ساله آموزش دیدم و ما رو روان کردن در مکاتب، در کودکستان ها و یک ما رو پل ارتباطی ساختن میان جامعه و کسانی که تازه میان. و خود جامعه رو کمک کرد و افرادی که میان اینا رو کمک کرد. در پولی ازی که ما برد گفتم که اینجا کار میکنم، من مترجم هستم، من مترجم هستم، یگانه مترجم فارسی زبان از این شهر من بودم و یک خانم ایرانی است به نام خانم پایمرد که ما همچنان اینجا هم تمام کارهای یک شهر را تاوز میگن و شتت هم اونجا انجام میدم و اونجا دفتر داشتم، اونجا کار میکردم و آلم کم کم اونجا فعالیت دارم و در زمین اونجا هم کار میکنم. این شهر یک تاریخچه داره. این شهر به خاطر امی فابریکه فولکس واگن تمام مردم دنیا میشناسن. موتورایی که ما هم در افغانستان به نام فولکس واگن میشناختیم. فولکس مردم هم میگن و واگن یعنی موتر. موتر مردمی نامش است که اما موترها در همین جا در این کارخانه ساخته میشه و این کارخانه در سال 1938 توسط آلمان نازی و ناسیونال سوسیالیسم او وقتی بنیان گذاشته شده و این کارخانه درست شده و در زمان جنگ جهانی دوم در یک شبانه روز تصمیم گرفتن که فابریکه موتورسازی را ساب کنند و تانک سازی بکنند و یک تعمیر دیگه که موجود از زیرش قرار داریم به نام فینو است و از افتخارات ما زنان است که اون مهندس به نام سوا عدید ساخته و ای از افتخارات از این شهر است به نام فینو. مرکز علمی است، تحقیقاتی است در این شهر. روزای اولی که اینجا آمده بودی شهر به این شکل بود، چه حال و هوایی داشتی؟ من 22 سال پیش تقریبا در زمانی که هنوز
دوری اول که متاسفانه دوری سیاه حاکمیت طالبان ما افغانستان ترک کردم، در اینجا آمدم به طور تصادف من این شهر آمدم و مرا به ورده یا مو مسئولین مرا در اینجا روان کردن، ما هم اینجا ماندگار شدم و به وطن دوم ما تبدیل شد، یک بخش بزرگ از زندگی من میشه. از روزا شعر نداری؟ وقتی که با گذشته یک دفعه نظر مندازم یادم میاد که زمانی که وقت قلم به دست گرفتم و شروع کردم به نوشتن، یادم میاد که میگفتم زندگی را چه کنم بعد از خود، چه کنم دولت و دانندگی را، چه کنم شهرت را. من از شهر کهن میایم که سرکا من نو و مگر جمجمه هایش کهنه، منم رفیق سپیده در دم صبح که در درون تاریکی میزیسته. من نگهبان گلهای سرخم، منم که باغچه را میبینم و اتاق گل سرخ را در آن. ای از اولین نوشتهای مسکو زمانی که در آیم زندگی میکردم و بسیار تنها بودم و بسیار روزهای سخت را سخت با اجرت و هنوز یک امپاتی یک حس بسیار نزدیک با وطن داشتیم و بر ما سخت بود. بالاخره امروز اینجا استاد هستم و فکر نمیکردم که 22 سال از وطن دور بانیم و در اینجا باشم که امروز هستم امرای خودت. خب وطن اینجاست؟ اینجاست، در قلب انسان است وطن. و یک چیز دیگه، این شهر به نام شهر سبز یاد میکنن به خاطر همین گفتی محیط زیست، به او خاطر بسیار جنگل که ساخته دست انسان از هر طرف جنگل ساختن به خاطر محیط زیست. و من چی میکنم؟ پیاده گردی میرم در جنگل و زمانی که هوا خوب است شیرای خودم میخوانم، کلیپ درست میکنم. البته همین نزدیکی ها، همین نزدیکی ها، اونجا آب است متاسفانه زیاد قابل دید نیست، در نزدیک آب کلپ های شیرهای خودم میخوانم و او بر من یک حس بسیار خوب میده. او بازو من خودم است، شیرهای من از خودم است. در من هزار قصه بی پایان، در من هزار حسرت و حیرانی، از من هزار زخم نمایان است، در من همیشه وحشت و ویرانی، در من هزار مرده کفن دارد، در من هوای مدهش و طوفانی، در من هزار ظرف پر از باران، در من تب شکست سپیداران، من غرق تیغ و خنجرم از یاران، من شهرم و یک زن قربانی، در من فضای کابل در آتش، در من صدای راکت و خمپاره، من مکتب 1200 دردم، در من کتیبه های خراسانی، من قندهار خسته و دربندم، صدا انار دانه شده در من، با اهتزاز پرچم رنگینم رقص 1000 غول بیابانی، در من ترانه ها و نفس افتاد، در من زبان شعر که مطرود است، در من شکست پای قلم دیگر، در من سکوت و گریه پنهانی، در کوچه های بلخ وطن دارم، با استناد دخت هری هستم، چون سنگ های قیمتی شغنان اندیشم بلند و بدخشانی، چون پنج شیر مقتدرم گاهه، در من 1000 باز وطن دارد، در من صدای پرتنش آمو دل می دهد به موج خروشانی، من بامیان زخمی بودایم، در من دکو سر به فلک داده، من اتفاق کوزه انگورم، تو باعث تراوت صدها تاک، من بغض خواهشی که فرو خوردم، تو شهر پر صداقت و اوریانی، در من امیدهای تو میمیرد، در تو ترانه های پر از بوسه، از تو 1000 بار بغل کردن سهم من است نقطه پایانی، سهم من است نقطه پایانی. بسیار طویل زیبا. ولی هم اجتماعی هم عاشقانه. عاشقانه بخشای مختلف به این شعر گنجانی داشته بود دیگه. چه زیبا. اولین شعرت چه وقت نوشتی؟ همیشه هر وقتی که از شاعران و نویسندگان پرسان میکنن که اولین شعرت چی وقت نوشتی، مجبور است که یک نظر گذرا و بسیار تند وقت بندازه، برد 20 سال 25 سال یا
حتی 30 سال به عقب بگذره نگاه کنه ببینه که چی وقت من اولین دفعه من از بسیار خرد بودم که نوشتم میکردم، از بسیار کودکی بودم که ذوق نوشتن، ذوق خواندن، ذوق شعر در من بود. اما یک سالی که نو جوان شده بودم و خدا پیدا کردم، داشتم خدا پیدا میخواستم بکنم، در سالی که جنگای داخلی در افغانستان شروع شد، سالای چهارم پنجم جنگای داخلی بود، زمانایی بود که برق نبود و امکانات نبود، تلویزیون نبود، ما تنها امکانات ما شنیدن رادیو بود و برنامه های شعر و اینا را میشنیدیم. یک روز من قلم گرفتم نوشتم میکردم. ما در خانه ما او وقت در چارایی انصاری بود، در کوچه که خانه احمد زایر است، از افتخارات ماست که ما در کوچه احمد زایر خانه ما راستی رو براتون بگویم، ما این طرف سرک خانی ما بود، طرف سرک خانی احمد زایری بود. خب او وقت دیگه احمد زایری نبود که ما در اونجا زندگی میکردیم، به هر روی اونجا زندگی میکردیم و من قلم گرفتم و منتر نوشته کردم یک چیزای مثلا دیگه از نوشته کردم که نمیدانم از کجا. برادرم آمد کاغذ از اسم گرفت خان، شاید به یادش نباشه اما یک حقیقت است که در درون من مانده و این من باید بگویم که یک پسگردنی که میگن، یک پسگردنی زد و گفت که اگر دیگه دفعه این چیزها رو نوشته کردیم باز من میفهم تو. سالها دیگه واقعا نوشته نکردیم یا اگر نوشته کردم برای کس نگفتم. باز یک سالهای که به اصطلاح به اینجا آمدیم و زندگی برم سخت شد، تنهایی ها را کشیدم، باز قلم به دست گرفتم و مو شعری که در روبروی کارخانه فولکس واگن برد خانم، او از اولین نوشته هایم بود که تحت تاثیر سراب سیپیدی نوشته کرده بودم و بسیار وارخطا شدم. بر پدرم زنگ زدم و برش گفتم که من میتونم که نوشته کنم. از یک جای شروع کردیم، بسیار خوش شدن پدرم، حال خدا رحمتشان کنه، روانشان شاد، وفات کردن. اما باز یگانه کسی که بسیار خوش میشدن از اینکه من نوشته میکردم و فکر میکردم در تمام خانواده ما پدرم بودن و او دیگه حال نیستن. به تاریخ اشاره کردی، به زنان شاعر اشاره کردی. اگر به تاریخ ادبیات افغانستان نگاه کنیم، نام مردها ثبت و درج هست اما نام هیچ زن شاعری به اصطلاح با او قلم زرین نوشته نشده. چرا به نظرت اینطور است؟ متاسفانه من یک کار تحقیقی در 3-4 سال پیش یکی از برنامه های بسیار خوب در هلند بود، من باید در مورد اوسیان، در مورد اوسیان در شعر فروغ باید گپ می زدم، من باید تحقیق می کردم که از کجا فروغ شروع کرده بود و اونجا من با یک حقیقت بسیار تلخ، البته که تا اون وقت خوب زندگی خودتان می فهمین، ما در یک مملکت دیگه با یک زبان دیگه زندگی میکنیم. متاسفانه با همین 8-9 سال پیش بود، با همین مسئله من متوجه نشدم، بر نخورده بودم، میفهمیم با چی اگر قد طرف من برخوردم. مخفی بدخشی، مسوری غوری و مجوبه روی، اینا هم عصر فروغ بودن. یعنی شما فکر کنین از وقتی که فروغ سر بلند کرد تا حال را بهترین شاعران زن نامشان با قلم زرین در تاریخ ادبیات ایران ثبت است، تا زمانی که ما از مسوره و مخفی بدخشی، مخفی و اینا گپ میزنیم، ما به جز 3-4 زن دیگه ما زن نداریم که نامشان ثبت تاریخ ادبیات باشه. چرا نداریم؟ بعد از رابعه نداریم. رابعه اولین زن بود که ثبت تاریخ ادبیات شد. اینا فکر کنید، رابعه رابعه بلخی بود و افتخار زبان فارسی است، اولین شاعر زن فارسی زبان است. اینا شما فکر کنید از رابعه تا لی قدر زن دیگه چی شد؟ چی شدن؟ این تمام زنان، زنان هستن که اینا قربانی شدن، برای اینا حق نوشتن برشان داده نشده، قلمشان شکستانده شده و اینا مثل رابعه با خون خود در دیوار امام ها شعرهای خود نوشته کردن و از بین رفتن، مثل نادیا انجمن. تا آمدیم سر نادیا انجمن از دهه 30 و 40 وقتی که ما شما پس یک نظر به عقب بندازیم، ما 50 سال بریم به عقب، شاعرانی که هنوز با ما هم عصر هستن، هنوز زنده هستن بسیاری هاشان، مثل بهار سعید، مثل اما ترزی که پیشتر از ما هستن، شاعرهای دهه 50 دهه 60، همون وقت هم تعداد نیستن چشمگیر باشن که نامشان درج تاریخ ادبیات باشه. من در این مورد زیاد تحقیق کردم، بسیار پالیدم. یک کتاب است که مسعود میرشایی چاپ کرده ایره تقریبا 20-25 سال پیش، یک دوست عزیز ما، یکی از فرهنگی های از همزبانان ما ایرانی هستند که اینا چاپ کردن، شاعر زنان افغانستان، بسیار تحقیق کردن، بسیار کم از تعداد وام شاعران هستند که شاعران هم عصر ما هستند که از امی تقریبا 50-60 سال اخیر است.
بیشتر از این چیز نداریم. و شما را باورتان میاد که مسئول مجوبه ایروی و مخفی بدخشی هم عصر فروغ بوده؟ ببینین که از اینا یک حکس نمانده، بجز از دو نامه و چندین شعر دیگه هیچ چیز از اینا نمانده. و اون نامه هایش هم که میخوانین اینا نوشته کردن که خوب شد که راه بر زنان در افغانستان باز شد و امروز خواهران ما به مکتب میرن. دهید چلا میگن تا 47 تا 50. ببینین چقدر ما زنان دهی 50 سال قربانی دادیم که دهی 50 سال آخر زن افغانستان به دانشگاه و مکتب رفت. اینا ببینید چقدر دردناک است که امروز دروازه های مکتب باز هم اینا زینه ها را از زیر پای ما پس کردن. شما فکر کنین این زینه را فکر میکنین طالب از زیر پای ما پس کرد؟ ما تمام برف بام تمام اجتماع را میریم در گردن طالب مندازیم. چرا پس کرد؟ چرا می حالت پیش می آید که طالب میتونه یک گروه متحجر بدبخت سیاه و تاریک می آید؟ بعد از باز از 5 دهه کوشش و جان دادن و سر دادن و سر باختن باز هم زینه را از زیر پای ما پس میکنه. 18 میلیون زن امروز خانه نشین میشه. 1.5 سال است کی میفهمه که حالت روان از اینا را کی میفهمه؟ وضعیت روان زندگی از اینا را کی خبر داره که در چی حالت هستن؟ شما فکر کنین ما در مورد 18 میلیون تقریبا 16 17 میلیون زن گپ میزنیم. یک انسان نیست، یک رقم بسیار بالاست. شما فکر کنید که چقدر دردناک است. حتی یک نسل نیست بهای از اون نسل های اتنا شاعران و نویسندگان نیستن که حذف میشن از جامعه، نامشان از تاریخ حذف میشه، مکمل زن حذف میشه از جامعه. فکر کنید ما اگر اجازه بتین یک روز یک اعلامیه پخش کردن طالبا که دیگر شعر گفتن ممنوع است، مخصوصا شعر عاشقانه و در مجموع شعری که شاد باشه. اینا خب انسانای مریض و در بند هستن، میخوان جامعه را به طرف بدبختی کشاندن، دیگه هم به طرف بدبختی و غم و رنج اینا رو سوق دارن. دیگه هم فکر کنین شعر گفتن اصلا خب ممنوع، باز شعری که شاد باشه کاملا ممنوع. نفس کشیدن و از عشق دم زدن قطغن، گذار شعر بروی لب و دهن قطغن. در سال 2023 یک شاعر زن به نام مژگان ساغر در کشور به نام آلمان در اوج تمدن که بشر به مهتاب میره، میایه اعتراض میکنه که در مملکت ما شعر گفتن قطغن است، نفس کشیدن و از عشق دم زدن قطغن، گذار شعر بروی لب و دهن قطغن. اسیر دار شده پیکر قلم در شهر، از عشق سوزش شمع در انجمن قطغن، بریده گردن خورشید را به تیغ ستم، و در سراسر کشور حضور زن قطغن. مشکن جان در همی حاله در قرن 21 کسی باورش نمیشه که مردم به مهتاب میره، ما حق تحصیل نداریم، ما با پارک رفتن نمیتونیم، ما از اماکن عمومی استفاده کردن نمیتونیم، حق نفس کشیدن نداریم. چرا فکر میکنین که ما امروز حق تحصیل نداریم؟ چرا فکر نمیکنین که ریشه از این مشکل در کجاست؟ ریشه از این مشکل در کجاست و از چی وقت ما حق تحصیل نداشتیم؟ هایا تو میدانی زمانی که من صنف نهم مکتب بودم، جنگای داخلی در افغانستان شروع شد، مرا از مکتب منعی کردن و من باید مکتب نمیرفتم. جنگ بود اما مکتب بود. من 3 روز اعتصاب غذایی کردم. خانواده ما میفهمن که کسانی که میبینن این فیلم مرا تایید میکنن گپ مرا. برادران من بر من اجازه ندادن که من برم به مکتب، گفتن که تو میری در آ ممکن است اون وقت دخترها را اختطاف میکردن، بعض از مشکلات امنیتی بود و او باعث شد که اینا مرا مکتب نمانن. برای من مهم نبود، من میخواستم برم مکتب. برای من شعور از اینه نداشتم که کدام خطر مرا در بیرون تهدید میکنم، من فقط مکتب من میخواستم. من 3-4 روز اعتصاب غذایی کردم، چقدر گریه کردم، بالاخره قبول کردم. من 1 سال مکتب نرفتم تا که آبا از آسیا بفتید. من هنوز مکتب خود خلاص کردم، میخواستم که امتحان کنکور بدم. بازم برادران من ببینین ریشه مشکلات از کجاست؟ ریشه مشکلات به گردن طالب، اسلامیست، جهادی، فلان، این و احمد و محمود مندازن، شرایط مندازن. اما ریشه مشکل از درون خانواده شروع میشه. از خانه های اولین سنگ را پیش پای زن یک جامعه برادر زن مندازه،
شوهرش مندازه و پدرش مندازه. پدرم یک ضرب المثل داشت، میگفت ما از پدر تا اوس از مادر مرغویسیم. هیچ زن افغانستان نمیگه که پدر من مرا اجازه نداده که من برم مثلا مکتب، به خاطر که برشان کسر شان است. برادر من باید از هیچ ده که من مکتب نرم، برادر من مرا اجازه نداده که من دانشگاه نرم، و برادر من بر من مجبور ساخته که من تن به ازدواج اجباری بتم. و امروز در 1.5 سال آخر تو میفهمی که صدها زن قربانی ازدواج اجباری شده. میفهمی خانواده ها به جای از اینکه مبارزه کنن که مکتب دروازه های مکتب باز شوه، دختران خودم مجبور به ازدواج قربانی ازدواج اجباری میکنن. اگر مجاهدین آمد گفتن ما آمدن او دولت سقوط دادن، گفتن ما اسلام واقعی رو در این مملکت میاریم. نه تنها که اسلام واقعی رو ناوردن، بلکه 60,000 کابولی رو کشتن، افغانستان رو به قهر بردن. چقدر لطمه زدن به تاریخ از این مملکت، جفا کردن. تمام سرمایه های معنوی و مادی از این مملکت رو برباد دادن. اینا سقوط کردن، این بدبخت های دیگه آمدن. اینا چی کارا کردن؟ چقدر مرد کشته شد در این جنگ ها، چقدر در این جنگ های نیابت، در این جنگ های بی مفهوم، چقدر سرها به باد رفت. اما باز از در آخرین تحلیل، ایزم سوخت این همه بدبختی، ایزم سوخت از این بدبختی زن و کودک از این سرزمین است. هنوز هم هست در بعض از نقاط افغانستان باورتان میاد که زنا نان که درست میکنن، نان شب برای مردا روان میکنن و پسماندی از اونا را که میارن، اگه ماند زنا میخورن، اگه نماند حق غذا خوردن ندارن. شما از حق تحصیل گپ میزنیم. حق تحصیل خو یک گروه تروریستی که به هر حال خیلی تهجرگراست ازشان گرفته، ولی حق نانه، حق غذا خود مرد خانواده ازشان گرفته و هیچ کس در مورد ازی گپ نمیزنه. گپ بزنیم به هزار کفر الهات شما رو متهم میکنن. این دیوار خانه را زیاد دوست دارم. البته میمونای ما که هر کسان که میای یگان وقت اینجا شیر میخوانم در مورد از این دیوار از ما توضیح میخواین. عکسایی که اینجا میبینین کسان هستن که اینا را طبیعی است که قهرمانان قصه های ما هستن، قهرمانان هستن که دوستشان دارم، از گوگوش گرفته تا احمد زاهر و فروغ میبینین، اینجا شاملو را میبینین. زاهر و ویدا از کسان بود که در آخرین سالها هم رایش آشنا شدم، دیدمشان از نزدیک. اما در مورد گاندی برتمه قدر میگم که ما ریشی از این مشکلات در درون ما است، در درون ما. ما این مشکلات برکت خود از افغانستان نداد تا اینجا آوردیم. یک برادر خرد دارم، اتفاقا بسیار دوستش هم دارم، وقتی که آمد اینه دید آدم متدین است، گفت تا زمان که گاندی اینجا است ما دیگه در این خانه نمیم، که چون نماز من نمیشه. اینا رو ببینین که دیدهای انسان ها چقدر فرق میکنه، چقدر میتونه یک آدم از دوربین خود او گاندی رو یک مرد بزرگ آزادی خواه فکر کنه که یک ملت بزرگ میلیاردی رو از بدبختی نجات داد، و یک آدم میتونه که از دید کوچک خود امو شیری رو که برد گفتم و مگر جمجمه هایش کنه، از تفکر کهنه خود میتونه که اونم تر یک چیز غلط برداشت کنه و ببینه. و این دیده تغییر دادنش سالها، صدها سال زمان میبره که ما تغییرش بدیم. و وظیفه ما است به عنوان یک زن، او دیده را که یک زن در یک جامعه تغییر میده، این سیستم او را تغییر داده نمیتونه. و من این سعادت را دارم که تمام عقده هایی که در درون ما است از امروز، از زمان رابعه تا امروز، از هزار سال تا امروز، او رو به صورت شیر از آدرس هزاران زن میگم و فریادم را به گوش میلیون ها انسان میرسانم. نه تنها امروز، صدها سال بعد از من در مورد زیشی را مردم گپ میزنن و آرزو دارم که گپ بزنن.